ببین، برای بعضی ها ممکنه این حالت پیش بیاد که باید ورق بزنیم و صفحه های مختلف رو بریم برای اینکه بتونیم اپی که میخواییم رو پیدا کنیم، یا حتی فولدر درست کردیم که مثلا من مثلا دوست ندارین صفحاتون زیاد بشه، یه صفحه داریم و تمام. فولدر درست میکنی که بری تو این فولدر مثلا با اپات بخوای کار کنی، و حالا توی اینا هم گشتنش بعضی وقتا سخت میشه. حالا با یه فولدر نه، ولی وقتی تعدادش زیاد شه، صفحه‌هامون زیاد شه، یه ذره گشتن توی سخت میشه. برای اینکه اینو حل کنیم یه راه حل هستش که سیری بهمون میگه چه اپیو الان لازم داریم یه جورایی، و اپایی که مثلا من صبح به صبح بیدار میشم یه سری چیزا رو چک میکنم و دیگه تا شب کاری ندارم، میتونم با کمک سیری اون اپا بیاد دم دست و کلا یه صفحه داشته باشیم همه اپامون بیاد همونجا. حالا الان برای امتحان من اینو درست میکنم، انگشتمون رو یه جای صفحه که خالیه نگه میداریم و میایم تو صفحه دوم که یه صفحه خالی برامون ایجاد میکنه، اینجا ادیت اد ویجت، و میایم تو سیری ساجستشن اد ویجت رو میزنیم و این الان 8 تا اپو داره بهمون نشون میده. میتونیم اگه اپ زیادی استفاده نمیکنیم یه دونه کافیه، ولی میتونیم بیشترش هم بکنیم. دومی اضافه میکنیم، اد ویجت، و سومی. خب ببینید اینجا الان این 3 تا چیز تقریبا شبیه همن، الان وسطی ریفرش شد عوض شد، ولی برمیگردیم اینا رو خودش تغییر میده و نگاه میکنه ببینه ما از چه اپ‌های بیشتر استفاده میکنیم و توی این تایم از چه اپ‌های بیشتر استفاده میکنیم، اونا رو به اون پیشنهاد میده و میاره رو صفحه، و ما میتونیم یه صفحه داشته باشیم فقط همین یه دونه باشه، یعنی انگشتمون رو میاریم میذاریم رو این و اینو الان من حذفش کردم، حذف یا نه هایدش کردم. میبینین الان من یه صفحه دارم که خود سیری تشخیص میده من الان با چیا بیشتر کار میکنم، و خیلی باحال دیگه، حتی تشخیص میده که معمولا بعد فلان کار رو میکنی، پس اونم میاره تو هم پیشنهادا، و اینجا جایی ثابت اپامون هم نیست دیگه، یادمون باید باشه این چیزیه که سیری داره پیشنهاد میده و یه یکیش میره اون یکی میاد، ولی معمولا درست تشخیص میده، یعنی عادت ما و کار با گوشیمون و روالش رو پیدا میکنه و معمولا درست تشخیص میده، این چیزایی که میاره چیزاییه که معمولا استفاده میکنه و خیلی میتونه باحال باشه. نخواستین میتونین دوباره رو همین چیز بزنین که مال iOS های قبلیه، چیز جدیدی نیست، میتونین هایدش کنین یا کلن ریمووش کنین دوباره بشه یه صفحه.